ببین اولا این به مرور اتفاق میفته، یعنی دفعی و آنی نیست، به طی یک مدتی صورت میگیره. ما اول اصلا جرأت رو به خودمون نمیدادیم که علیه اون نظام ایدئولوژیک امامت خودمون فکر بکنیم، یعنی اصلا این اجازه رو به خودمون نمیدادیم. ابتدا اومدیم روی سیاست‌های اجرایی، یعنی گفتم خب این مسئولین دارن اشتباه میکنن. ببینید شما مثلا میگه آقای دستگاه، من یادم ما شماره 20 پیام دانشجو آوردیم بی پرده و سری برای جمهور. اونجا الان که من نگاه میکنم هیچ حرف مهمی هم نزده بودیم، ولی اولا اون وقت خیلی برای خودمون مهم بود، دوم برای اون جامعه سیاسی حاکم اون وقت خیلی سنگین بود که بعدا منو برده بودن توی انفرادی داد میزدن، میگفتن قدرت طلب، تو قدرت طلبی، تو علیه رکن نظام کار کردی. حالا رکن نظام چی بود؟ بی پرده و سری برای جمهور ما چند تا سوال از آقای رفسنجانی کرده بودیم. خب وقتی که شما این رو مطرح میکنی، فیدبک یا بازخورد اون حرف شما به جای تشکر یک کشیده است که به شما میخوره، یک کشیده است گوش شما مینوازه. حالا حتما هم فیزیکی نیست، بلکه حرف هایی که زده میشه، برخورد هایی که صورت میگیره، این شما رو بیشتر به فکر فرو میبره. از دید حکومت بخوام نگاه کنیم، این گام هایی که برداشته میشه از طرف به اصطلاح فرد مثل من و برخورد هایی که شخص ثالث میکنه، یعنی حکومت، اینها چیزایی است که با هم میتونه گام به گام فرد رو به دره هولناک یا پرتگاه بیاندازه به زمه حکومت، میتونه اون رو به سمت بهش ببره. بهش بردنش یعنی اینکه اون رو دوباره برگردونه به همون تفکر ایدئولوژیک با توجیه ایدئولوژیک. به پرتگاه بردنش، به مرحله بردنش که مثل ما، یعنی مرحله بدون برگشت، ما برسیم به جایی که بگیم خیلی خب پس اگر اینه، ما تا حالا فکر میکردیم مسئولین از انتقاد استقبال مینوشتیم، نرو مسئولین از انتقاد استقبال میکنن. بعد شخص خامنه ای میاد تو میدون، یعنی مثلا من یادم بعد از اینکه خب هاشمی بعد از چند تا پیغام بزخوم و یکی دو جلسه ای که دوستانش فرستاده با ما گذاشتن، نتونستن سال 73 ما رو مجاب بکنن که از راهمون برگردیم، حجازی بیت خامنه ای زنگ زد، تلفن زد به من، گفت فلانی آقا میگه این چیه پشت سر هم علیه رئیس جمهور. من همون وقت گفتم ما فکر میکردیم پس داریم درست کار میکنیم. اون نخیر، و من یادم نمیره که ما یکی دو جلسه هم فتیله رو کشیدیم با این، ولی اون آگاهیه، اون چیزه که بیدار شده بود. خب و از اونجا من عدم صداقت با خودم رو به عنوان یک فرد ایدئولوژیک رو شروع کردم. یعنی یک فرد ایدئولوژیک اصولا با خودش صادقه و سیستم هم صادقه، با سیستم صادقه، با اصول ایدئولوژیک هم صادقه، به اصطلاح کانسیستی داره، کاملا هماهنگه. اما به محض اینکه یه خورده مشکل ایجاد بشه، اینا برخورد ایجاد میشه، تزاحم و برخورد ایجاد میشه. من همونجا که اون آقا گفت که تو چرا این کارو کردی، همونجا من گفتم خب این حرف ما که درست، ما که چیز بدی نگفتیم، که ما اومدیم دردای جامعه رو نوشتیم، تعویضا رو گفتیم، ایشونه که متوجه نیست. خب اونجا عدم صداقت من در رابطه با مسائل ایدئولوژیک هم این میشه که این آقا رو میخوام کلک بزنم بهش، یعنی شیره سرش کنم. چیکار میکنم؟ میگم خیلی خوب، بسیار خوب، من نمیدونستم، ولی من میدونستم. نه اینکه میدونستم به این معنی که علیه حکومت دارم کار میکنم، میدونستم دارم چیکار میکنم. وقتی که ایشون گفت من نمیدونستم، پس اینا آقا نظرش این نیست، بعد نشستم فکر کردم گفتم خب آقا اشتباه میکنن، لابد ایشون ارتباطی ندارن یا روابط، و از همونجا شروع میشه. یعنی دیگه شما میفتی در یک مدار قرار میگیری که به مرور سعی میکنی که در واقع لاپوشونی کنی به اصطلاح عوامانش، و دو جلسه سه جلسه سب میکنی، جلسه بعد دوباره تندتر شروع میکنی. ببینید مجموعه این برخوردها، رفت و آمدها، این عمل و عملهایی که ایجاد میشه، میتونه اون نیروی ایدئولوژیک رو در واقع ببره در مسیری که ما اومدیم، و یا میتونه اون رو سرخورده کنه. آدمای ضعیف‌تر سرخورده میشن، کنار میکشن دسته‌های، شما میبینید بسیاری از این نیروهای جامعه ما که زمانی توی جنگ فعال بودن، توی انقلاب فعال، اینا خونشین شدن یا رفتن دنبال کارهای اقتصادی، در مورد به تناقض که میرسن کنار میکشن. یه سری عمده اینها کنار کشیدن، یه بخشش جذب میشه که دیگه اصلا امکان فکر کردن نداره، یه بخش اقلیتش هم مثل ما به عنوان رهبران این نیروها، حرکت‌ها و آدم هایی که حرکت ایجاد میکنن، اینا نوای میستن، مبارزه میکنن، زندان میرن، تلاش میکنن، مدعی میشن و مسائل دیگه. بنابراین توی این
در واقع در این کانتکست، در این زمینه تاریخی شما باید مثلا ببینید و نه به شکل دفعی و آنی.